کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند خب شاید الان دیدن نوازنده و خواننده خصوصا میون خانوما برامون یه موضوع کاملا عادی باشه ولی خب توی این کتاب نشون میده که زنان خواننده پیشگامی مثل قمران ملوک زرابی و قمران ملوک وزیری چه بهای سنگینی پرداختن تا این راه برای نسلای آینده هموار کنن وقتی که این کتاب رو بخونی به خوبی میفهمی که ملوک برای اینکه پیشگامه زنان آینده در عرصه هنر باشه چه سختی ها و مسائب زیادی رو به خودش هموار کرد تا بتونه افکار متعصبانه و جاهلانه جامعه رو به کناری بزنه گذر مردم از سنت های مزر و ویرانگر به دوره مدرنیته و اصر جدید رو میشه خیلی قشنگ و گویا توی این کتاب مشاهده کرد داستان قمرالملوک الملوک از زنان پیشگام در عرصه هنر آواز و نوازندگی گوینده نازنین از اونجایی که هفته یکی دو بار پیش ملکه میرفتم و هر هفته در گرند هتل اجرا می کردم بازی در تئات و شرکت در تمرین های سخت و طاقت فرسای اون باعث شد توانم تحلیل بره. پیش اسماعیل مرتاش رفتم که مشغول بازنویسی نمایش جدید بود از اون خواهش کردم اجازه بده من دیگه در تئاتر بازی نکنم اسماعیل مرتاش به من آسون گرفت و گفت ملوک خانم رونق جامعه بود با شماست درک میکنم که تحمل این همه فشار کاریو ندارید از شما یه خواهشی دارم من که گمان نمی کردم به سهولت درخواستم و به پذیره گفتم بفرمایید گفت از شما تمنا می کنم در هفته یک شب در جامعه باربود آواز بخونید و ضرب بزنید کمی فکر کردم مرتاش گمان کرد راضی نیستم گفت مبلغی که در گرند هتل می گیرید به شما از جامعه باربود به همون اندازه پرداخت میشه از اینکه از اون تمرینا رها شده بودم خیالم آسوده شده بود گفتم بسیار خوب هفته یک یا دو شب در جامعه باربود در فاصله توقف و استراحت تئاتر میخونم پاسخ من باعث آرامش خیال مهرتا شد و از من تشکر کرد به این علت از اجرای تاعت فاصله گرفتم و فقط به خوندن پرداختم اردی بهش رسیده بود و جشن تاجگذاری رضا شاه بود شهر رو شور و حیاهو در بر گرفته بود این خان مشغول پروگرام تاج گذاری بود. شنیده بودم هم اونا هم سردار ملک مشغول ساخت تاج سلطنتی هستند. میرزا یحیا گفته بود تاج از جواهرات سوار نشده خزانه سلطنتی دربار قاجار ساخته و بر روی تاج سوار شده. خیلی مشتاق بودم تاج علا حضرت رو ببینم. برای منم همونطور که انتظار داشتم نامه دعوت اومده بود. روز معود خودم و آراستم و به سمت کاخ گلستان ره شدم. خیابان های منتهی به کاخ بسیار شلوغ بود داخل اندرونی شدم نمیدونم چرا اما هر بار پا به اندرون میذاشتم دچار وهم و اوهام میشدم امارت ها همه خالی از سکنه و درشون بسته بود تنها تالار تنبی درش باز و ملکه تا الملوک اونجا نشسته بود داخل تالار تنبی شدم لیلی خانم منو صدا کرد پیشش نشستم شکمش چنان بالا اومده بود که به سختی حرکت میکرد گفتم لیلی خانم شما که پا به ما هستید چرا اومدید گفت نیات خان اصرار کرد حتمی به این مهمانی بیام. آخه نمیشد این مهمانی مهمو که در تاریخ ثبت میشه از دست بدم. خندیدم و گفتم انشالله به سلامتی فارغ بشید. گویا مرغ آمین صدامو شنید چون درد لیلی خانم شروع شد. نفساش عمیق شد و چندین لیوان آب پی در پی نوشید تا کمی حالش مساعد شد. خدمه در حال پذیرایی بودند. با دیدن شاهزاده خانم های قاجاری دهانم از حیرت باز لیلی خانم که تعجب منو دید گفت ملوک جان این خانم ها هم در مستر کار هستند به ناچار اومدن گفتم مگه اعلی حضرت شاهزادگان قاجاریو و برای کار توی دولت پذیرفته لیلی خانم با خنده دلنشینی گفت بله همینطوره چون در دیوان خانه رجال وزرا شرف یاب شده بودند بعد از تاجگذاری رضا شاه تاج الملوک رسما ملکه ایران شد خاجاها و خدمه همگی جلوی پای تاج الملوک تعظیم کردند ما هم بلند شدیم و تعظیم کردیم و تبریک و تهنیت گفتیم بعد از صرف چای و شیرینی و بعد از خداحافظی با ملکه بیرون رفتیم. لیلی خانم ها رو با دیده افسوس نگاه کرد و گفت هر که آمد امارتی نو ساخت رفت و منزل به دیگری پرداخت. یاس به من چیره شد. گفتم اگه این امارت ها زبان سخن داشتن بیشک چه ها که نمی گفتند. ای کاش ابنیه رو زبان سخن بود. لیلی خانم ناگهان فریاد بلندی کشید که حراسم بیشتر شد با کمک خاجه اونو بیرون بردیم لیلی خانم که از درد گریه میکرد به سختی سوار کالسکه شد کسی و پی عنایت خان فرستادم چون کسی نبود سوار کالسکه شدم و به وشیر گفتم گویا موعد زایمان سر رسیده عنایت خانو خبر کن ما به سلطنت آباد میریم عجله کن لیلی خانم از شدت درد فریاد میکشید و گریه میکرد اونو در آغوش کشیدم و دعا کردم تا برسیم سلطنت آباد جان لیلی خانم و طفلش از گزن در امان بمونه بالاخره به هر جون کندنی بود کالسکه کنار امارت عنایت خان متوقف شد و لیلی خانم رو با کمک خدمه به سختی پایین آوردیم خوشبختانه در امارت به دلیل اینکه لیلی خانم پا به ماه بود یه ماما اتاق داشت ماما رو صدا کردند اون لیلی خانم رو معاینه کرد و گفت موعد زایمان سر رسیده زود اسباب و حاضر کنید که جان طفل در خطره لیلی خانم با بیجانی چنگی به دستان ماما انداخت و گفت از جون من بگذر و تفلمو نجات بده این طف چشم امید عنایت خانه دلم ریش شد گفتم لیلی جان به دل راه ندید صدای چرخ کالسکه اومد عنایت خان حراسان با رنگ و روی به سپیدی برف داخل امارت شد با اتاب دستور داد ماما دست به کار بشه خطاب به ماما گفت اگه بنابراین یکی زنده بمونه انتخاب من ایالمه ماما گفت در این صورتون اون هرگز آبستن نمیشه عنایت خان قورید و با پرخاش گفت کافیه لیلی از این اتاق زنده بیرون نیاد اون وقت کاری میکنم که مرغان هوا به حالت گریه کنن ماما حراسان تعظیم کرد و شتابان به اتاق رفت انایت خان به محض دیدن من از اینکه کمک حال لیلی خانم شده بودم تشکر کرد آثار حراس و وحشت از دست دادن لیلی خانم در چشمان زمردیش به وضوح نمایان بود به اتاق رفتم دست لیلی خانم رو گرفتم ماما هر چه میکرد تف بیرون نمیومد برای اینکه از وحشت و حراس بکاهم آوازی خوش سر دادم صدام میان فریادهای لیلی خانم در هم آمیخته بود و به وحشتم میافزود میان خوندن سرم و پایین آوردم. ماما با شادمانی گفت اومد اومد. سری کوچک و خونی رو دیدم که بیرون اومد. ماما سر تفل رو به چالاکی بیرون کشید و صدای گریه ی طفل در اتاق آینه شاهنشین تنین انداخت و صدای حراسان من خاموش شد. از دیدن این صحنه ضعف بهم غلبه کرد. دست در دست لیلی خانم یکوری وری مدهوش به زمین افتادم. خدمه منو با گلاب به هوش آوردند همین که به هوش اومدم لیوانی آب طلب کردم لیلی خانم شادمان در بسترش دراز کشیده بود و موهای سیاهش روی سر و صورتش پخش و پلا شده بود گفتم مبارک لیلی جان خندید و گفت قدمت مبارک بود شازده پسر مثل پدرش شیفته ی صدای شماست به محض شنیدن صدات کنجکاوی بهش غلبه کرد و بیرون اومد از شدت ذوق گریه کردم با گریه من لیلی خانمم گریه کرد عنایت خان داخل اتاق شد و گفت الحمدلله مادر و طفل سلامت هستند علت گریه کردن چیه گفتم انشاالله قدمش مبارک باشه از اینکه به خیر گذشته گریه میکنی عنایت خان متأثر شد جلو اومد و پسرش رو در آغوش کشید و همان دم یه سرویس گران بها به لیلی خانم هدیه داد بلند شدم گفتم عذر میخوام اجازه بدید برم روز دیگه شرفیاب میشم لیله خانم خندید و گفت عنایت خان بایستی به ملوک مشتلق بدی به اهل امارت مشتلق دادی الا ملوک عنایت خان خندید و گفت مشتلق ملوک محفوظه جلو رفتم پسر رو ببینم عنایت خان اونو به ماما سپرد پسرک گویی آغوش پدر رو طلب میکرد که به گریه افتاد چشماش رو باز کرد با دیدن چشماش فهمیدم اون زمردین بینظیر را از پدر به ارث برده لیلی خانم پسرش در آغوش کشید و پستن در دهانش گذاشت. از دیدن این صحنه لبخندی زدم. حال لیلی خانم گفتن داشت. اون داشت به سبب بچه دار نشدن شوهرشو با من تقسیم میکرد و الان تاله بختش چنان روشن شده بود که پسرش رو شیر میداد. از اینکه در اون لحظه شاهد زایمان ایال عشقم بودم متأثر شدم. با خودم گمان کردم چی میشد من پسر چشم زمردین عنایت خانو به دنیا میابردم. از اونجا بلند شدم و بعد از خداحافظی بیرون رفتم. عنایت خان پشت سرم بیرون اومد و گفت ملوک خانم یه دنیا از شما ممنونم که لیلی رو در امر زایمان یاری کردی. امیدوارم یه روزی لطف شما رو جبران کنم لبخندی بر لب نشوندم و گفتم این باستا به اعمال نیکوی شماست خوشحالم تونستم مسمر سمر باشم به امارت برگشتم خانم جان منتظرم بود گفتم خانم جان امارت انایت خان بودم گفت بله بشیر با خبرم کرد گفتم نمیدونی چه پسری زایده خانم جان با آهی از ته دل گفت کی باشه بچه ی تو رو بغل بگیرم ملوک از غم نهفته توی کلامش غمگین شدم میدونستم این امر به زودی محقق نمیشه برای مراسم ده پسر عنایت خان وعده داشتم تنبک و برداشتم و به امارت رفتم بانو با فخر و زمان با دیدن من رو ترش کرد افت جان کنارش نشسته بود آهسته گفت تنبک برای چیه نکنه میخوای بخونی گفتم بله در نظر دارم آواز بخونم چون عنایت خان برادری رو در حق من تمام کرده فخر و زمان با لحن بدی گفت شما چه کاری طفل هستید لیلی خانم گفت مولوک خواهر من و خواهر عنایت خانه اون با خواهرم ماهپری هیچ فرقی نداره مهمونا سر رسیدن تنبک دست گرفتم و آواز خوندم به لیلی خانم دستبند طلای میناکاری هدیه دادم که خیلی خوشش اومد صدای یالا بلند شد انایت خان داخل شاهنشین شد با اینکه از اون دست کشیده بودم اما با هر بار نگاهش قلبم میلرزید به این درزیدن دل قناعت کرده بودم و با این شادی کوچیک دل خوش بودم عنایت خان در حضور جمع گوشواری الماس به هم هدیه داد با دیدن گوشواره هوش از سرم پرید از عنایت خان تشکر کردم عنایت خان که دید این عملش باعث پچپچ شده با صدای بلندی گفت من از ملوک خانم بسیار ممنونم که باعث شد هم لیلی جان در کمال صحت باشه و هم ایزد. فهمیدم نام پسرش رو ایزد گذاشته. گفتم انشاءالله ایزد هم همچون پدرش مردی خوشنام و نامدار بشه. چند روز بعد نامه دعوت عروسی عارف خان و پری پخش شد. منم وعده داشتم اما از اونجا که دلم نمیخواست با مریم خانم چش تو چش بشم از لیلی خانم اسخایی کردم و از رفتن سرباز زدم. بعد از عروسی از افت کیفیت امرو جویا شدم گفت الحمدلله مرگم خانم هیچ اسم تو رو نیاورد اما آرش میشد با فاطمه سلطان گفتگو کنه مادر استاد حسن هم از اسفهان اومده بود ملوک هر چی از تمول و دارایی اونا بگم کم گفتم موندم فاطمه سلطان چرا تو امارت تو خدمت میکنه اونا از عارف خان بیشتر نداشته باشن کمتر ندارن برخلاف مرگم خانم زن خوبی و با فاطمه سلطان میانه ای خوش داره فاطمه سلطان رو صدا کردم و گفتم بعد نیست اونا رو وعده بگیری گفت حسن رضا نداره میگه هیچ دلم نمیخواد اونا بعد لغز بگن گفتم فاطمه سلطان بگم اونم باید کم کم مستقل بشی و برای خودت امارت نو بخری استاد حسن نقرچی توی بازار بسیار شهره است خوب نیست شما خدمه من باشید فاطمه سلطان گویا بعدش نمیومد گفت آخه چطور از شما دور بشم همین که فهمیدم راضیه پا روی دلم گذاشتم و گفتم چطور نداره با حسن صحبت کن ببین کجا را در نظر داره همون روز حسن رو صدا کردم و گفتم این مدت به من بسیار کمک کردید اگه فاطمه سلطان نبود هیچ وقت نمیتونستم مستقل بشم الان میتونید از امارت برید حسن منمن کرد گفتم من یکی رو پیدا میکنم حسن گفت بسیار خوب از فردا دنبال امارت میگردم تا پیدا شدن شخص مناسب فاطمه سلطان کنارت میمونه از این بزرگمنشی حسن حز وافری بردم بالاخره بعد از مدتی گشتن اونا یه امارت نو در وسط باقی بزرگ در شمران خریدن دست بر غذا همسایه دیوار به دیوار امارت عارف خان شدن دای طلعت که فهمید فاطمه سلطان میخواد بره دختر خواهرش کوسر رو برای بشیر عقد و عروسی کرد و اتاقای فاطمه سلطان و حسن به کوسر و بشیر تعلق گرفت امارت سوت کور شده بود و دلم میگرفت نن مروارید تحمل دوری از غزال و ستاره را نداشت همراه فاطمه سلطان به شمران رفت هیچ وقت رفتن فاطمه سلطان از امارت ها از یاد نمیبرم چنان زج و مویه میزدیم که باعث شد هر کسی پیشمون باشه گریه کنه فاطمه سلطان در حقیقت مونس و همدم من بود اون از خواهرام بیشتر دوست داشتم اون رفیق شبهای غمبارم بود بعد از رفتن فاطمه سلطان گویی قبار غم بر امارت پاشیده بودند دیگه چه کسی مثل اون میتونست مرهم غمهای دلم باشه مرهم دردهای روح رنج دیده و زخم خوردم مدتی بود ناخوش احوال شده بودم فاطمه سلطان هفته یک روز به امارت سر میزد اون روزی که فاطمه سلطان میومد گویی بهشت برین و یک جا به من بخشیده بودند کوسر دختر خوبی بود اما جاه طلبی خاص خودش رو داشت بر اینکه خبر به دای طلعت نبره با اون درد و دل نمیکردم اینکه حرفامو توی سینم میریختم باعث ملال خاطرم شده بود بشیر به کارهای امارت میرسید باغبانی و خرید امورات امارات با اون بود هیچ خوشم نمیومد خورد خورد خرید کنه مبالغ گذافی و دستش میسپردم تا از هر چیزی بیشترین مقدار تهیه کنه و توی اتاق ننموروارید که حالا انبار شده بود تلمبار کنه روزی در امارت نشسته بودم و به پرحرفیای کوسر گوش میدادم که نصرت جان اومد هیچ آثار بشاش بودن توی سیماش نبود علت و جویا شدم گفت دیشب نامه دعوت به باغ اومده گفتم خیر باشه چیه نصرت اندوهگین گفت عروسی اردشیرخانه گفتم نصرت مبارک باشه پس چرا زانوی غم بغل کردی نصرت گفت مولوک آخه انتظار داشتم اردشیرخان تو رو بگیره لبخندی زدم و گفتم امید عبسی داشتی چون اونا یه بار به امارت آقا جان خواستگاری برای میرزا محمود خان طبیب اومده بودن چه انتظاری داشتی نصرت هیچی نگفت گفتم نصرت جان من دلم با خان نبود اگرم خواستگاری می اومدن جواب مثبت نمیشنیدن چون من با اون سنمی نداشتم برای عوض شدن حالا هوای نصرت پرسیدم حالا کیو گرفته؟ نصرت گفت ایل اردشیر مثل خودش طبیبه و توی بیروت تحصیل تب کرده. گفتم مشخصه اردشیر خان با اون عقل و درایتی که داره با دختر خوبی وصلت میکنه. انشالله مبارک باشه. نصرت گفت مولوک پس که این نوبت تو میشه؟ گفتم نصرت جان این پرسش شما باعث آزار اذیت روان منه. چون من هیچ میل و تمنایی به شوهر ندارم. از شما خواهش میکنم دیگه این سوال از من نپرسی. به این ترتیب رفته رفته طرح این پرسش رو در بین خانوادم از بین بردم. دیگه اونا از ازدواج من قطع امید کرده بودند. روزی با خبر شدم فاطمه سلطان آبستن شده. براش خیلی خوشحال شدم. اون سختی های زیادی کشیده بود. حسن براش خدمه گرفته بود تا دست به سیه و سفید نزنه. کالسکه نو هم خریده بود. آبستنی فاطمه سلطان همزمان شد با آبستنی ایال عارف اگه مرگم خانم زبان اعتراض باز نمی کرد الان من با فاطمه سلطان همسایه و فامیل بودم با افسوس بلند شدم و به حیات رفتم تا هوایی تازه کنم بشیر با یه نامه دعوت اومد و گفت این نامه رو گماشته سردار موی آورده نامه رو از دست بشیر گرفتم و باز کردم برای پنجشنبه به یه مهمانی در امارت شیخ الملک اورنگ دعوت شده بودم آوازه شیخ الملک رو بسیار شنیده بودم بشیر گفت خانم جان گفتن به اطلاع شما برسونم که بانو قمرالملوک وزیری هم وعده دارن دلم سرشار از شوق شد چون خیلی دوست داشتم قمرالملوک رو ببینم اینکه منو در ردیف اون دونسته بودن باعث مسرت خاطرم شد روز موت سر رسید و من آماده و آراسته با بشیر به امارت شیخ الملک رفتم در امارت رجال زیادی حضور داشتند بخت با من یار بود که به شنیدن صدای قمر نشسته بودم من ده دوازده سالی از قمر کوچکتر بودم و آوازه اون بیشتر از من بود لذا اول قمر آواز خوند. تون صداشو خیلی دوست داشتم. هنگام آواز خوندن قمر مجلس یک پارچه سکوت بود. بعد از آواز خوندن قمر رجال اونو به طور ممتدی تشویق کردن. من هم ایستاده براش دست زدم. سردار مایزول هم در مجلس حضور داشت. قمر پیش اون نشست. با اشاره سر عنایت خان نوبت خوندن من شد. بلند شدم و به محلی که معین شده بود رفتم. شروع به خوندن کردم. در کمال شگفتی قمر اصلا منو نگاه نمی کرد. این اولین باری بود که در حضور قمر میخوندم از این بیاعتنایی سخت رنجیدم بعد از خوندن من رجال و مهمونا دست زدن و منو تشویق کردن قمر نه تنها دست نزد بلکه روشا از من برگردوند شیخ الملک که انتظار این بیحرمتی و بیاعتنایی از قمر نداشت با صدای بلندی اونو خطاب قرار داد و گفت چرا به جوانترها روی خوش نشون نمیدی و به اونا اعتنایی نمیکنی قمر با فخر و غروری که خاص اون بود چنین پاسخ داد من بلبلم و اینها گنجشکن چطور توقع دارید که با اونها پرواز کنم؟ باورم نمیشد که اون توی جمع منو گنجشک خطاب کنه. شیخ الملک خطاب به قمر گفت ولی قمر جان اینو بدون که گنجشک ها هم یه روزی بلبل میشن. هر کسی روزی نوبتش هست. دلم از این حمایت و پشتگرمی شیخ الملک گرم شد. از اونجا که رجال حاضرین منو نگاه میکردن عرق خجالت بر پیشانیم نشسته بود. سردار مایزول که امرو چنین دید گفت شیخ الملک صحیح میگن قمر جان ملوک خانمم یه روزی مثل شما شهره میشه قمر از این حرف هیچ خوشش نیامد و ابرو بالا انداخت در کمال شگفتی عنایت خان هیچی نگفت دلم از اینکه اون در صدد دفاع از من در نیومده بود گرفت این رفتار عنایت خان باعث شد از حمایت اون دل سرد بشم رفته رفته از عنایت خان فاصله گرفتم طولیات زندگی و رسیدگی به امورات ایزد که براش از پاریس پرستار آورده بود باعث شده بود سر عنایت خان به زندگی عیالواری گرم بشه از خدا پنهون نیست دلم میخواست کم کم روابطم با اون به اتمام برسونم چون هر بار دیدنش قلب منو به درد می آورد. مدتی گذشت و من دیگه زندگی مثل جوی آب روان میگذشت فاطمه سلطان این بار پسری زایید که زیباییش از پدرش حسنم بیشتر بود آن چنان زیبا بود که دلم برای اون صورت زیباش قش رفت اسمشو حسین گذاشتن ماه پریم پسر دار شد شنیدم مریم خانم از شادی تو آسمونا سیر میکنه اسم پسرش هم نام ولیعت محمد رضا گذاشت به خواهش مرتاش بار دیگه در تئاتر به اجرای نمایش پرداختم چون مردم درخواست تماشای نمایش منو داشتن از بیکاری که حوصلم سر نره دست رد به درخواستش نزدم یه سال و نیم میشد که رزاشا بر مسند قدرت تکیه زده بود به درخواست سید حسین تاهرزاده که میخواست تصنیفی انتقادی بخونم با ملک و شعرای بهار همکاری کردم اون که از سیاستهای رزاشا هیچ دل خوشی نداشت شعر مرغ سحر و سروده بود از خوندن امتناع کردم هیچ دلم نمیخواست ملک تاج الملوک از من برنجه تنها یه دلیل باعث شد اونو بخونم و اون این بود که میخواستن در صورت امتناع من از خوندن این تصنیف رو به قمرالملوک وزیری بدن پا روی دلم گذاشتم و به درخواست اونا پاسخ مثبت دادم تصنیف مرغ سحر رو با تار نوازی مرتزا نیداود در پاییز سرد و سخانسوز در صفحه پلیفون ضبط کردیم این تصنیف برخلاف تصورم بسیار گرفت و به معروفیت من افزود دیگه از من با نام خواننده مرغ سهر یاد میکردند بعدها فهمیدم به اشتباه خواننده این تصنیف و قمرالملوک وزیری میدونند از اینکه صدام با اون اشتباه گرفته میشد باعث انبساط خاطرم شد چون صدای قمرالملوک الحق و صدای ستودنی و قابل ستایش بود کتاب <applause> راه همیشگی در هر منزل از سفر زندگی ملک تاج الملوک برای اینکه منو بسیار دوست می داشت هیچ اعتراضی نکرد اما شنیدم دربار از این تصنیف دل خوشی نداره چند وقت بعد قمرالملوک وزیری به خواهش ملک و شاعرای بهار این تصنیف رو در گرند هتل لالزار اون هم به حجاب اجرا کرد دیگه تمام نقل قول از قمر بود و از اینکه اون بیهجاب به صحنه رفته نمیخواستم من مسکون بمونم بنابراین تصمیم گرفتم من هم بیهجاب بدون شارقت به صحنه برم این بار در دبیرستان فیروز بهرام مناسبتی بود و منم وعده داشتم قرار بود در اونجا اجرا کنم سید حسین در جریان ما بود روز اجرا سر رسید و این بار مثل همون اولین اجرام در گرند هتل تشویش داشتم عنایت خان جز مدعوین بود خطاب به اون گفتم میخوام بیهجاب به صحنه برم گفت جامعه مذهبی اینو نمیپذیره. باید عواقب خوندن بدون هجاب و یک تنه به دوش بکشید. آیا آماده این مهم هستید؟ خندیدم و گفتم بله. باید از یه جایی شروع کرد. من که شروع به خوندن کردم مذهبیون نتونستن کاری کنن. الانم بی حجاب میخونم. انایت خان گفت خوندن با اینکه در اسلام پذیرفته شده نیست اما هم ردیف با حجاب نیست. بی هجابی شما رو امکان داره خروج از دین تلقی کنند. بیم به دلم افتاد. اما از اونجا که مهمونا توی سالن منتظرم بودن با خودم گفتم مرگ یک بار و شیونم یک بار گفتم صابون این رو به تنم میمالم عنایت خان من رو نگاه کرد و گفت جسارت شما ستودنیه بین به دل راه ندید به سردار مای ظلمک میسپارم هواتو داشته باشه نفسی از سر آسودگی کشیدم و روی سن رفتم چون هیچ هجابی نداشتم باعث شد در مجلس پچپش در بگیره با اشاره سر عنایت خان تنبک دست گرفتم و شروع به خوندن تصنیف کردم بعد از اتمام آواز همگی به پان بلند شدن و منو تشویق کردن هنرم باعث شد کشف هجابم از یاد بره خیالم راحت شد که مورد خشم قرار نگرفتم اما قافل از حوادث پیش رون بودم بعد از اتمام آواز خانی از مدرسه فیروز بهرام بیرون رفتم خانم جان هیچ از اینکه هجاب روی صحنه رفته بودم خوشش نیومده بود با اکراه و ناراحتی منو نگاه کرد گفت مولوک جان با خوندنت کنار اومدیم اما با کشف هجابت نمیتونم کنار بیام. چه معنی داره دختر لخت اور برای مردها بخونه؟ متحیر اونو نگاه کردم گفتم خارم جان من که لخت نبودم تنها چارقد از سر برداشتم. اون روشو از من برگردون دلم شکست. با خودم تصور کردم مادرم چنین میکنه چه برسه به مردم غریبه و اقیار. فرداش خبر به گوش افتجان رسیده بود. شتابان به امارت اومد و گفت مولوک دیگه چی همینم هم مونده بی هجاب به صحنه بری مگه قرار نبود به خوندن اکتفا کنی ای خدای من منو مرگ بده این روزا رو نبینم نمیدونی چقدر مورد تمسخر خاندان جواهری قرار گرفتم به خداوندی خدا یه جا آبرو برام نمونده چه غلطی کرده بودم آخه اینا چرا اینطوری میکردن؟ نگران عکس العمل نصرت جان بودم نصرت جان به امارت اومد و با دیدن چهره مغموم من با اتاب گفت مولوک چه نشستی زانوی غم بغل گرفتی هر کاری کردی خوب کردی به حرف این اون نیست تو مسیر تو انتخاب کردی بایستی همینطور استوار تا آخر مسیر بری و جا نزنی از اینکه نصرت جان به حمایت از من در اومده بود از ذوق گریه کردم بلند شدم اونو تنگ در آغوش فشردم به دستور شهربانی تمام صفحات مرغ سهر از بازار جمع شده بود این باعث شد که صفحات مرغ سهر در بازار سیاه به مبلغ گذافی فروخته بشه تعداد زیادی صفحه مرغ سهر در اختیار داشتم اونا رو بشیر به مبالغ گذافی در بازار سیاب فروش رسوند و آیدی اونو به دستم داد. چون خطر این راهو به جون خریده بود، نصف مبلغو به اون بخشیدم. بشیر از شدت ذوق زبونش بند اومده بود. گفتم بشیر برای زایمان کوسر نگه داره. بشیر با شادی خندید و گفت: الهی بچم به تصدقت خانم جان. اخمی به چهره نشوندم و گفتم: بشیر، دیگه اینطوری نگو. بچت عزیز دل مادرشه. نباید تصدق هیچکس بره. انشالله کوسر به سلامتی فارغ بشه. اغلب روزها به دلیل اینکه خانم جان از من رنجیده بود تو امارت خودم میموندم دیگه قبه عملم ریخته بود و موقع اجرا بی هجاب به صحنه میرفتم و تو خیابون با چادر رو بنده میگشتم روزی برای خرید به لالهزار رفتم از صبح همون روز تشویش بدی توی دلم داشتم در کوچه هاجمعین بوشهری در خیابان لالزار ناگهان مورد حجوم جمعی از مردم که عمدتا مردان تنومندی بودن قرار گرفتم از بس منو با مشت و لگت زدن که نای حرکت نداشتم با ناله گفتم مرد مومن بس کن مردم سردسته ارازل که مردی قوی هیکل و تنومند بود گفت چون بی هجاب سر صحنه رفتی اینطور تو رو ادب کردیم تا من بعد جسارت نکنی سر صحنه بی هجاب بری زدن فاسق هیچ گناهی نداره بلکه موبا هم هست اونا که رفتن از شدت درد بیهوش شدم وقتی چشمای متورمم رو باز کردم دیدم در دکان موسی و سیمان هستم موسی و سیمان گفت ایداد بیداد ایداد بیداد از دست مسلمین آخه این چه کاری بود که با تو کردند در لالزار راه میرفتن و میگفتن سزای زنی که کشف جاب کنه مشت و لگده گفتم موسی اونا رو شناختی گفت هیچ کدوم رو نشناختم فقط شما رو دیدم که از هوش رفتی از موسی خواستم برام درشکه کرایه کنه به سختی سوار درشکه شدم و به امارت برگشتم همین که به امارت رسیدم کوسر که آبستن بود با دیدنم خوف کرد خواست به امارت خانم جان بره مانع شدم گفتم پی بشیر بفرست بره دنبال طبیب طبیب به بالین هم اومد و گفت خوشبختانه هیچ جای بدن شما نشکسته چند روز خودم رو در امارت پنهان کردم خوش نداشتم خانوادم از این بلایی که به سرم آمده بود بوه ببرن عنایت خان که اصناف لالزار براش خبر برده بودن از سردار مزلمرک خواهش کرد امنیت من و قمارالملوک وزیری رو تضمین کنه سردار مایزلمل که دانش آموخته پترزبورگ و روشن فکر بود به طریق دهان مذهبیون و با تهدید و ارعاب بست دیگه هیچ خطری منو تهدید نمیکرد و افراتیون به همون یه بار اکتفا کردن. آرامش، موفقیت و سرشناسی ما مدیون انایت خان بودم. به دلیل اینکه به خاطر کشف هجاب مورد ضرب و شت قرار گرفته بودم به اصرار مرتزا نیداود بران شدیم که تصنیف دختران سیروس اثر محمد علی امیر جاهدو بخونم. این تصنیف اعتراضی بود و چون بیمه اون میرفت که جانشون در خطر باشه نام تران سرا و آهنگساز در صفحه درج نشد و من این تصنیف دختران سیروس رو خوندم و ضبط کردیم مضمون تصنیف چنین بود دختران سیروس تا به کی در افسوس زیر دست مردان تا به چند محبوس این تصنیف هم مثل مرغ سهر مشهور شد صفحات دختران سیروس هم در بازار سیاه به مبالغ هنگفتی خرید و فروش می شد. بدین طریق از فروش صفحات مرغ سهر و دختران سیروس مبلغ گذافی دست منو گرفت. نمیخواستم دیگه مثل گذشته پول و حیف و میل کنم. بران شدم یه دستگاه اتومبیل تهیه کنم. عنایت خان برام اتومبیل فرنگی خرید. هزینهش رو تمام و کمال پرداختم. بشیر رو فرستادم که آموزش رانندگی ببینه و از حیات پشتی امارت مسیر ویژه اتومبیل به داخل امارت بسازه. اتومبیل خاص عیان و اشراف بود همزمان با من عنایت خان حاجلی و میرزا یحیی جواهری اتومبیل خریدم. در کوچه فقط من اتومبیل داشتم و همسایه ها از شوق دیدن اتومبیل صف می ایستادند میرزا رضا هم از بس نصرت جان اصرار کرد اتومبیل خرید خانم جان کم کم به زور دلش با من نرم شد و هفته یه بار سوار اتومبیل می شدیم و در شهر گردش می کردیم. بعدتر شنیدم قمر هم برای خودش یه دستگاه اتومبیل خریده. دیگه در رفت آمد اذیت نمی شدم و با اتومبیل زودتر به سر قرار می رسیدم. با اینکه اهالی محل سالها به من با دیده مطرب ملحد نگاه میکردن با دیدن اتومبیل و اون فر و جاه کم کم نوع نگاهشون تغییر پیدا کرد و رفته رفته با من سلام و علیکم مراوده کردن گلجان آشپز و دای طلعت برام پیدا کرد و از بار کارای کوسر کم کرد در به من وقت نهار همیشه باز بود هر کسی میخواست میتونست به امارت بیاد و سر بسات نهار بشین و براش رایگان آواز میخوندم. چون من درویش و سرسپرده مولام علی بودم. زندگی درویشواری رو انتخاب کردم. هرگاه مستمندی میدیدم بی دستش رو میگرفتم و در حد وز یاری میرسوندم. هرچی پول در میابردم. نصف بیشترش رو پسنداز و مابقی و به فقرا میبخشیدم چون اعتقاد داشتم الله این سوتو به آسونی به من ارزانی نداشت و بایستی قدردانش باشم. این بود قصه پرقصه من یاران فرهیخته و گرامی برای گسترش فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی لطفا با فشردن دکمه سابسکرایب لایک و تانکس ما را در این مسیر ارزشمند یاری فرمایید